ولادیمیر پوتین میگه کشورش در وضعیت آمادگی رزمی قرار داره و برای یک جنگ هسته‌ای کاملا آماده است. رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با مدیر مجموعه ای از رسانه‌های روسی گفته هرچند به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به سمت جنگ هسته‌ای پیش نمیره، اما هشدار داد که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای. پوتین قوای هسته‌ای سه‌گانه روسیه در زمین، دریا و هوا رو بسیار پیشرفته‌تر از قوای ایالات متحده خواند. چگونه می توانید برای آن آماده باشید؟ آیا ما واقعا برای جنگ هسته‌ای آماده ایم؟ اولا از نظر فنی البته که ما آماده ایم. موشک ها دائما آماده نبرد هستند. دوما همه می دانند که قوای سه‌گانه هسته‌ای ما از همه مدرن تر است. در واقع فقط ما و امریکایی ها قوای سه‌گانه هسته‌ای داریم، اما خیلی بیشتر از آنها پیشرفت کرده ایم. به طور کلی اگر در مورد موشک های حامل و تعداد کلاهک ها صحبت کنیم، کم و بیش با هم برابر هستیم، اما مال ما مدرن تر است. این را همه می دانند، همه کارشناسان این را می دانند، اما این بدان معنا نیست که ما باید خود را با آنها در مورد تعداد کلاهک مقایسه کنیم. همه کسانی که لازم است مثل متخصصان و نظامیان باید این توانایی ما را بدانند. احمد بخشیده استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ما. آقای بخشیده، این اولین بار هم نیستش که آقای پوتین اظهارات این چنینی میکنه، ولی وقتی به سلاح‌های هسته‌ای میرسیم شوخیش هم جالب نیست نه؟ با درود خدمت شما. خب این رو در واقع سخنگوی وزارت خارجه چین هم امروز به نحوی اعلام کردش که باید جلوگیری بشه از تلاش برای یک جنگ هسته‌ای، و خب اینکه چه اگر این اتفاق بیفته هیچ طرفی پیروز نخواهد بود. اما به نظر میرسه که حالا با توجه به اینکه تنش‌ها بین روسیه و ناتو خیلی شدت گرفته و صحبت هستش که ناتو نیرو بفرسته درون اوکراین، در واقع این یه پیام خیلی شفافی از سمت روسیه هست که میخواد بگه که اگر خطوط قرمزش نادیده گرفته بشه پایبند به هیچ خط قرمز دیگه نخواهد بود. اما در این حال بیشتر داره تلاش میکنه که از این به عنوان بازدارندگی استفاده بکنه. خود آقای پوتین وقتی که بحران اوکراین شروع شد، همون ابتدا هم این سوال‌ها مطرح بود. اون موقع روسیه میگفت نه، ما از جنگ هسته‌ای استفاده نمی‌کنیم، به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌ریم. اما امروز ظاهراً روسیه دیگه قائل به اینه که خب خیلی از خطوط قرمزش توجه نمیشه، و همین مصاحبه آقای پوتین از سمتی هم میگه که همچنان روسیه دنبال تضمین‌های امنیتیه، یعنی در واقع اگر اون نگرانی‌هاش برطرف بشه طبیعتاً به این سمت پیش نخواهد رفتش. خیلی از تحلیلگران آقای بخشیده میگن که روسیه خودشو داره برای یه جنگ طولانی آماده میکنه. شما که خودتون اونجا در مسکو هستین همچین فضایی رو میبینید؟ ببینید اینکه جنگ داره به سمت یک جنگ طولانی شدن میشه، من فکر می‌کنم اینکه یک فضا از اوکراین بره بیرون این انتظار وجود داره. همین امروز دانمارک هم اعلام کرد که مدت خدمت سربازی رو احتمالاً افزایش میده به خاطر اینکه فضایی که ممکنه شکل بگیره، یعنی همه طرفا چه تو خود روسیه چه توی غرب خب این دارن روی این سناریو خیلی جدی فکر میکنن. اما در عین حال سناریوی مطلوب نیست، برای روسیه هم سناریوی مطلوب نیستش که قرار باشه جنگ ادامه دارتر بشه یا اصلا مشخصاً دامنش از اوکراین بخواد افزایش پیدا بکنه. اما به هر حال تو امروز یک سناریوی محتمل هست، با توجه به اینکه به هر حال فراموش نکنیم جنگ به خاطر این شروع شد. یکی از دلایلش بود که اوکراین عضو ناتو نشه. ما امروز ما داریم در حالی صحبت میکنیم که فنلاند و سوئد هم عضو ناتو شدند و خود اوکراین هم با کشورهای عضو ناتو قراردادهای دو جانبه بسته. آقای مکرون دوباره هفته آینده قراره بره به اوکراین، همین 5 میلیارد دلار دیگه امروز اروپا تصویب کردش که بخواد به اوکراین کمک بکنه. یعنی عملا اون تضمین‌های امنیتی روسیه هم نادیده گرفته شده، اما در این حال هنوز هم این امید میتونه وجود داشته باشه که بتونن طرفین به یک تفاهمی برسن. چند ماهی بیشتر تا انتخابات آمریکا نمونده. در همین مصاحبه آقای پوتین به مداخله در انتخابات آمریکا هم اشاره کرد. حالا فارغ از بحث مداخله، خیلی‌ها گمان می‌کنن که شاید با آمدن ترامپ وضعیت در اوکراین هم تغییر بکنه. در روسیه چطور میبینن آمدن احتمالی ترامپ رو؟ دقیقا اون قسمتی که من عرض کردم توی پاسخ سوال قبلی که این امید وجود داره، این امید فقط به اومدن آقای ترامپ وجود داره، با توجه به اینکه خب روسیه این فرضیه رو مطرح کرده که اگر یک هفته آمریکا سلاح قبول بکنه سلاح نفرسته به خود آقای پوتین گفت که در گفتگو با کارسون که یک هفته آمریکا سلاح نفرسته روسیه آماده است که در واقع به آتش بس برسه، و این با اومدن آقای ترامپ خب خیلی احتمالش زیاده. خود او همین رو مستقیما تا حالا چندین بار گفته. اما همه اون چیزایی که نگرانی‌ها
افزایش میده اینه که توی این فاصله چند ماهه‌ای که حالا تا پایان سال 2024 هستش، توی این 9 ماه باقی مانده نکنه که یه اتفاقی بشه، یک خطای محاسباتی شکل بگیره و یک بار طرفین به هر حال فضا رو بیشتر از اون چیزی که انتظار داره انتظار میره پیش ببرن. میدونم که برخلاف بسیار از پیشبینی‌ها هزینه اقتصادی دست کم برای روسیه اونقدرها که فکر می‌کردن نبود، ولی بالاخره کم هزینه هم نبوده این جنگ، چه از نظر تلفات نظامیان چه از نظر دشواری‌های اقتصادی که متوجه شهروندان فدراسیون روسیه شده. در خود این کشور چقدر برای ادامه جنگ واقعا اشتها و علاقه وجود داره؟ ببینید واقعیت اینه که از سال 2014 که بحث کرمه به وجود اومد، دیگه هم اروپایی‌ها آماده بودن که اگر اتفاقی میفته که به انتظارش هم میرفت دیگه این بار بتونن جدی تحریم بکنن، هم روس‌ها آماده شده بودن که اگر تحریم شدن این بار بتونن با تحریم‌ها خیلی مقابله بکنن. بنابراین می‌بینیم که چه از سمت اروپا چه از سمت روسیه طرفین آماده بودن، اونها موفق شدن بسته‌های تحریم متنوعی رو تسریب بکنن، این سمت هم موفق شدش که خیلی از اونها رو کنترل بکنه. تو زمان جنگ طبیعتاً خب خیلی این فضای حمایتی وجود داره. من فکر می‌کنم وقتی که جنگ تموم بشه بعدش ما می‌تونیم صحبت بکنیم که جامعه روسیه چه واکنشی می‌تونه نشون بده، چون زمانی که جنگ هستش طبیعتاً یک دشمن خارجی وجود داره و این خودش یک عامل اتحاد می‌تونه باشه. و البته خب خود دولت هم خیلی تلاش کرده که فشارهای اقتصادی رو کنترل بکنه، حقوق‌ها رو افزایش میده، اما در عین حال من باز هم معتقد هستم که بعد از جنگ ما بیشتر می‌تونیم درباره این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم تو جامعه روسیه چه واکنشی رو به فشارهای اقتصادی و تورم بعد از اون زمان نشون میده. ممنونم از شما احمد بخشیده، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو.